بیا هم ستړی مشي، کله کله غاخونو کې هم مرض پیدا کیږي، ور سره د غاخونو ری پړسوب کوي، او ځینې وختونه بیا د غاخونو هم دغه د وری برخه ویني کیږي. دا چې ولې دغه مرض په نارمل انسان کې را پیدا کیږي، ولې د یو انسان غاخونه ډیر ژر به ویني کیږي، دا هغه موضوعات دي چې په نننۍ خبرونه کې به له ډاکټر صاحب احمد شاعر اکبري چې د غاخونو متخصص دی له ده سره مخ تک دو، او له ده به اورو چې څه ډول کولی شو د دغه مرض مخنیوی وکړو، دغه مرض دای څه، یعنی د غاخونو پړسوب یا التهاب دای څه، څه پیدا کیدلی شي او څنګه مخنیوی کیدلی شي. تر ټولو هم ښه خبره همدا ده چې وقایې لپاره باید موږ او تاسې څه وکړو، یعنی څنګه کولی شو چې خپل غاخونه د وریو له برخې څخه نارمل یا ښه وساتو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلام صبح بخیر، خدمت شما و خدمت بیننده های نهایت عزیز شما دارم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، تشکر خیلی زیاد. دکتر صاحب خیلی وقت دندان دردا پیدا میشه، از نظر شما اول میای معمیر میشنویم که دغه د غاخونو د وری و پرسوب دیس اول را پیدا کیږي؟ خب بیره ها در ابتدا یک آگاهی بتیم که بیره ها از کجا منشأ گرفته و چی وظیفه دارن. بیره ها از غشای مخاطی سرچشمه گرفته و ساخته شده از غشای مخاطی هستن که قسمت از عظم الیول یا سخان و قسمتی از دندان ها را بپوشانه که وظایف بسیار عمده و خاص در زیبایی، در نگهداری دندان ها، در مقاومت و طعم و جوف دهن ما خیلی رول خودش داره. و از نکته مهمی که امروز مورد بحث ما خود قرار داره، این موضوع خیلی عالی و قابل بحث است که چرا التهاب میکنه یا عفونت میکنه، از کجا آغاز میشه. خب دهی چند فاکتور وجود داره که از هر گزینش هم میخواییم کم کم معلومات بکنیم تا جایی که وقت و برنامه شما باشه. کسایی که به دخانیات عادت دارن یا مصاب هستن، این یکی از منشه های شروع میشه، آغاز التهاب و عفونت بیره ها از اینجا شروع میشه. کسایی که به دخانیات عادت دارن و یا کسایی که به حفظ صحه خود رسیدگی ندارن، شستشو ندارن، آگاهی ندارن، و یا بعضی هستن که ما بهشون پیشنهاد میکنیم از حفظ صحه، اونا در جواب دارن که ما حفظ صحه را مراقبت میکنیم، برس میزنیم، اما با آن هم اما طریقه حفظ صحه را آگاهی ندارن، برسشان استاندارد نمیباشه، و یا نوشیدنی های گازدار بیش از حد، اینا باعث میشه تا بیره هایشان التهاب و عفونت پیدا میکنه. همین مشکلاتی هست که هر کدام اینا را دکتر صاحب و متخصصینشان جداگانه تحت مطالعه قرار میدن و هر کدامش بررسی کرده و تداعی میگیرن. حالا که هر گوشش، هر کنارش که اگر التهاب میکنه، عفونت میکنه، تغییر رنگ میکنه، درد میکنه و به دیگه قسمت های اعضای بدن هم مصاب میشه و آزار میده، با بوی های دهن، بد دهن مواجه میشه، هر کدام از اینا جداگانه مورد بحث. دکتر صاحب وقتی د خلکو وری مثلا یو میکروب واخلي، میکروب پیدا کی غاخونو ته ضرر رسوي؟ بله، 100% وقتی که التهاب و در بیره ها قرار بگیره، آیا به دندان هدفتون بوده که صدمه میرسونی؟ یقینا فضای جوف دهن یک اتاق و یک شکل داره که از کومه ها، دندان ها، بیره ها، زبان همه شد. اگر یکی از اینا مصاب میشه 100% به دیگرهایش صدمه میرسونه. قسمی خود فرمودی بیره ها اگر التهاب میکنه، چون بیره ها قسمتی از دندان پوشانیدن و ارتباط مستقیم با جذور یا ریشه های دندان دارن، اگر بیره التهابی میشه 100% دندان ضعیف میشه، لق میشه، تغییر رنگ میکنه، بوی دهن پیدا میکنه، باعث میشه کم کم ویروسی که جا میگیره یک قسمتی از دندان تخریب کنه یا سوراخ بوی به اصطلاح آمیانه چینجی یا کرخوردگی میگیم، باعث میشه تا تخریبات بیش از حد شده بره. و کیها زیادتر به این چی مبتلا میشه وقتی که بیره هاشان میکروبی شوه یا التهاب پیدا کنه؟ کسانی که قسمی بیشتر فهمیدن، کسانی که بیش از حد به دخانیات عادت دارن و یا بعضی از دوستای ماست که به حفظ صحه اصلا عادت ندارن، مثل ساده و واضح تر بگویم کسایی هستن که اصلا برس نمیشناسن، شستشوی دندان آگاهی ندارن، اینا در معرض خطر بسیار در ردیف اول و خطوط اول قرار دارن که اینا بسیار زودتر مصاب میشن. بعضی وقتا دوستا قسم میکنن یا مریضا برای ما شکایت از میگن که تو میگم من در حالت نانجویدن یا در حالت انگشت در عضو زدن
خون میشه. این التهاب عفونت از اون مرحله شروع میشه که توجهی نمیتونن که در ابتدا به توجهی سلنگاری میگن، این رفته رفته به این سرحد میرسه. اما این تنها به جوف دهن مختص نمیشه، این رفته پیش رفته تر به سیستم های داخلی، به تانسل ها، به معده، به میری، به جریان خون که زیبایی رو برهم میداره. بیره ها رنگایش تغییر میکنه، به رنگ سیاه میشه، رنگ سفید رنگ میشه. این همش ابتدا از همین کسایی که دمی مشکلات مواجه سن از دخانیات و از سحر مراد نمیکنن و این مردم در معرض خطر قرار دارم. رکسه بیا خوم یادوه نوکره چه دخانیات یا نشهی تو که دی چه موگ استعمال کو اقل تا موگ خلاه یا ورهی خرابی گی ور سر بلا مسئله هم لکه دا خو سرگند خبری دی دخلی میکروبی که دل زمان که تاس دوار نوری خبری وران دیاد اکلی چه یو مود برس غلط استعمال یاد کرد ور سر بل مجوخت یادوه نوکره چه مثلا دغه د برس استعمال باندې بیا وسه تم شو بیا به نورو برخو تم راځو څه ډول برس څخه باید استفاده وشي ډاکټر صاحب؟ او یعنی برس کوم برس صحیح برس دی او ورسره جوخت بل خبره دیم دا شي چې د خولي استعمال کې هم فرق شته څه ډول برس استعمال شي وهل شي؟ یقینا ما برنامه های داشتیم در رابطه با آگاهی دهی، در رابطه با نحوه یا طریقه استاندارد برز دادن که آگاهی درست و منظم نمی باشه یا وقت خود را در رابطه با برز دادن ضایع نمی کنن. که برز دادن از ابتدای شروع میشه، از سن سالی که طفل به 6 ماهگی و 1 سالگی آغاز میشه. از اون زمان باید مادر یا والدین باید کوشش کنند که به اطفال خود عادت بدن، راهنما باشن و کمک و همکاری کنن. مخصوصا مادرها خیلی رول دارن که از اون لحظه زمان، حتی بعضی وقتا پیشنهاد طبی همین قسم است که طفلی که هنوز دندان نداره باید مادرش با یک تکه نرم ابریشم بسیار نرم ساده بیره های طفل ماساژ بده، یعنی بیره هایش نگهداری کنه تا دندان ها سالم باشه. قسمی که پیشتر شما فرمودین دندانک ها به این قسم. حالا برسی را که استفاده میکنن نحوه برز دادنش به 6 الی 7 طریقه برز دادن است که برس قسمتی از دندان ها، سطح دندان ها مالشی گفته میشه، قسمت دندان کشیشی، قسمت جارو مالن زاویه 45 درجه به همین قسم. هر قسمت دندان از خود طریقه ها داره که همین طریقه هایش بسیار دقیق استفاده شده که قسمت پیشوری دندان ها پایین بالا باید بسته شده، قسمت داخل کشی. همین قسم ما روی مدل بارها معلومات دادیم از رسانه ها همین قسم. حالا اگر این موضوعات آگاهی می داشته باشن، نقه گوشی دیگه از این صحبت های مایی هسته که برس ما استاندارد باشه. یعنی برس هایی که استفاده میشه بازار تجارت هسته متفاوت است. همین موی مانند که نایلون هسته اینا شخ می باشه، بیش از حد نرم می باشه، زود خمیده میشه. اگر برس های ما شما همیشه کسایی که استفاده کنن برس ها که نوکش خمیده میشه باید از دیگه استفاده نشه تا او که مستقیم می باشه موهای برس، او میتونه بقای مواد غذایی را چیزایی که در گوش و کنار دندان های باشه اونا را بیرون کنه. اگر نوک موی خمیده میشه او خاصیت جاروب میگیره که جاروب فقط غذا یا لکه و منگ و بقای مواد غذایی را از سطح دندان به گوشه ها یا کنارهای دندان داخل میکنه، به جای اینکه نتیجه مثبت بده ای برعکس غذا یا بقای مواد غذایی را یا ویروس هر چی میباشه اونا را در قسمت های خالیگاه های دندان جابجا میکنه تا اینکه بعد از طرف شب میخوابن بدون درسه برس میدنن، حرارت جو دهن باعث میشه که تکثر ویروس و میکروب و باکتریا و خصوصا مایکرو ارگانیسم ها اینا باعث میشه که تا تولید داشته باشن و تخریش بیره ها و دندان ها رو میکنن. ډیر ښه ډاکټر صاحب، بهیله دیوادواله مرته متوجه شوی که زموږ همکاران زموږ آواز اورینو هغه د ډاکټر صاحب خبرونه کې چې اسکلیټ وي هغه اسکلیټ کا غاښونه ولري نو هغه د موږ ته راوړي. ډاکټر صاحب عملا د برسوالو طریقه هم تشریح کړي او ترې وابه ورو چې څه ډول باید په کومو غاښونو برس وهل شي. لږ تر لږه هیوادوالو ته به هم ښه وي چې هغوی پوه شي چې څه ډول برس څخه باید استفاده وشي. ډاکټر صاحب یوه مسله تر هغې چې اسکلیټ زموږ همکاران راوړي، هغه مسله دې دا شي چې ګرم و یخ ځینې وختونه ویل کېږي چې دا هم په وریو باندې ډېر بد اغېز یا تاثیر لري. ستاسو نظره چې اغېز په غاښونو باندې څه دی، څه تاثیر لري، غاښونه خرابولی شي؟ بله یقینا امی فصل های سال که تغییر میکنه یا معمولا کسایی که مسلک کاریشان فرق میکنه، بعضی کسا هستن در قسمت های کارشان در بسیار جای گرم کار میکنن و ضرورت دارن هر لحظه چیزای نوشیدنی سرد نوش جان کنن. این همیشه تغییر باعث میشه که سردی همیشه در حالت گرم قرار داشتن. خاصیت استخوان دندان از کریستال های مانند سنگ مانند بافت های مخصوص خودش داره. حرارت و گرمی که میباشه این را باید تدریج باید سر بسازیم، اما بعضا همیشه هم تو عادت داریم ما مردم که اگر گرم میباشه دفتن به یک ساعت نوشیدنی سرد، نوشیدنی سرد مستقیما بالای قسمت کریستال های دندان تاثیر منفی میگذاره که باعث میشه ترک یا درد ایجاد کنه. کی ترک و درد باعث میشه؟ ترک و درد باعث میشه تا بعد
درزهایی که ایجاد میکنه بافای مواد غذایی بونه و رفته رفته به کریس یا سیاهگشتگی که آخر نام به التهاب های بیره و خونریزی های بیره به ما میشه. دکتر صاحب رازو دیتا مثلا بی کیفیت کریمونه دی بی کیفیت برسونه دی دا سمره تاثیرات لري از ارزانخت ګوري زمو کې بادوال چې دا ارزان دي هغه څخه استفاده کوي دا ورته سمره تاوان لري. بله خب قسمی که بیشتر فرمودیم موضوع بازار تجارت است، اما همین قسمی که برس دندان را داشت شدیم کریم های دندان هم. کریم های دندان در مجموع بازار تجارت که می سازه از 7 قسمت ساخته میشه، از 7 بخش ساخته میشه، یعنی قسمت از مواد های شوینده داره، مواد های کف کننده داره، مواد های خوشبو کننده داره، مواد های ساینده داره که می سازه. این همی بخش هایی که همش یک جا میشه تا یک مواد را می سازه که به نام کریم دندان یا پومان دندان میگیم. ای باز هر کدامش تغییراتی داره. اگر هم دوستای ما توجه به بکنن که کیفیت مناسبش استفاده بکنن از اون نتیجه خیلی خوبتر گرفته میتونیم، اما به قسمی که شما فرمودین به قیمت و ارزانش توجه نکنن، کیفیت مناسبتر و هر بار باید دوستا هم کریم دندان خود تغییر بدن، همیشه از یک کمپانی و از یک لوگو استفاده نشه، باید کریم های دندان همیشه تغییر بکنن. این نتیجه خیلی خوب در داره، چون فضای جوف دهن با او کریم دندانی که استفاده میکنه با او عادت نکنه و باکتریا باید همیشه تغییر کنه تا راحت تر و فضای دهن تون خود دکتر صاحب یو بله مسئله داره چې مثلا د ډیرو هیوادوالو کې د هغوی غاښونه ډېر خراب وي، د غاښونو ډېر ویستل یا مثلا هغه ډکول نه، هغې ته پوخ ورکول نه، همیشه غواړي خپل غاښونه وباسي د درد له نگاه، دا څومره د ورۍ ته تاوان لري؟ خب مردمای ما یک مقوله دارن، میگن درد دندان کندن است که یک مقوله بسیار اشتباه بوده. اصلا این رب میتن به گذشته ها که در گذشته ها موضوع قسمی بوده که درد دندان بی از کندن، یعنی درد دندان بهتر است از کندن، دردش خوبتر است اما نکندن. که دوستای ما بسیار سهلنگاری و بی‌توجهی میگن ارزش و اهمیت دندان، کسایی میفهمن که پدرها و بزرگای دندان ندارن، اونا بسیار به قدر دندان متوجه هستن. حالا ما من حیث یک کارکن صحی مخصوصا بخش دندان پیشنهاد به همه دوستا و هموطنان میدارم که تا حد امکان تا جایی که توانایی باشد باید به دندانشان رسیدگی شود، از کشیدن دندان جدا جلوگیری کنید، خواهش است به خاطر صحت و سلامتی خود شما، چون دندان و مجرای جوف دهن یگانه مجرایی است که به تمام سیستم بدن داخل میشه. اگر دهن و دندان تان سالم باشه این وعده ماست که ان شاء الله صحتمندی تان نسبت به گذشته ها خیلی خوبتر میباشد. یعنی هیچ وقت کوشش نکنید به سادگی دندان بکشید، اما از تعدادی از دکتر صاحب و همکارای ما هم توقع میکنم که زود پیشنهاد کشیدن دندان نتن. بعضی از دوستا هم همین پیشنهاد دارن که تا جایی که امکانات باشه خیلی خوب دارد. خب خانواده ها تاثیر دارن، اگر پدر یا مادر خانواده همراه طفلشان یا جوان میان به کلینیکا، پیشنهاد بزرگا همیسته که دندانشان رو بکشین راحت تر میشیم گوش میم. و موضوع اقتصاد هم در وطن ما خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه تداوی دندان یک نسبت ان مصرف بالاتری داره نسبت به اینکه کشیدن میشه، از او خاطر مردم ما بسیار کوشش دارن، علاقه دارن به دندان کشیدن. اگر شب بلگ نورم تمکی گو خو با وسایل چه دخلی دی مثلا آقا دیر نشتا، یو ساده اسکلیت شتا ډیر کمی غاخونه معلومیږي، یو اندازه وخشي که تاسو دغه بیرون خوانم یو ادوالو ته وخی چې څنګه غاخونه ورکیږي، زه به د اسکلیت واخلم او تاسو به هم تشریح کړئ یو ادوالو ته چې څه ډول باید له برس څخه استفاده وشي. ښه لږ لرې دی نو دغه به زه ستا مخته راوړم ډاکټر صاحب. خدای مو وبخه ډاکټر صاحب، دغه به دلته مخته کېږو سره. ښه نو زموږ همکاران څه وایي چې ښه تاسو کښېنئ ډاکټر صاحب، تاسو کښېنئ، دا به ورسره جوړ کړو. یو څه اندازه فکر کوم غاښونه معلومېږي ډاکټر صاحب تر کوم ځایه چې کېږي بیخي بخښي ډاکټر صاحب، هماغه د برس وهلو عادي طریقه چې هېوادوال هم ورسره بلد شي. خب دوستان نهایت عزیز، میخوام تقریبا تا جایی که مدل دندان مختص فقط از دندان اسکلت مکمل است، اما تا جایی که امکانایی وجود داره آگاهی یا معلومات در رابطه با برز زدن نحوه خوبتر استاندارد برز زدن دندان ها معلومات برتا میدم. برز به بار اول اگر فرض میکنیم قلم شکل برس دندان براتون نمایش میدم، به بار اول وقتی که همیشه عادت دارن دوستا و مریضای ما که برس داخل دهن میشه به همین قسم مکمل به شکل ارمانه میگیم که استفاده میشه مکمل این طرف و این قسم،
که این نحوه به نام ارمانند است که نحوه است که نتیجه منفی داره، به خاطر که باعث میشه قسمت های گوشه های کناره دندان که به بیره نزدیک است این قسمت ها را به شکل ارمانند فرو رفتگی یا جر میزنه، خالیگاه پیدا میکنه و بعدها مرحله بعدی این بقای غذایی پیدا میشه برشان. باید برس که در دهن داخل میشه و بار اول مرحله قسمت دندان پیشی به شکل پایین و بالا میگیم که فقط قسمت درزهای دندان و سطح بیرونی دندان را پاک میکنه. همین 6 دانه دندانی که در پیشوری قرار داره، همین 6 دانه دندان فقط بقایای مواد غذاییش به یک قسم برس که داخل میشه فقط پایین بالا، یعنی برس دندان قسم گرفته میشه، کریم دندان به اندازه یک دانه نخود در داخل مویک های دندان داخل میشه و برس استفاده. اگر برس قسمی که شما در اعلانات های تلویزیونی میبینید که بسیار کریم دندان در روی برس زیاد قرار میگیره، اگر اون قسم شکل با اون قسم برس کریم ما شما زیاد بگیریم داخل دهن میکنیم، با یک حرکت دو حرکت دهن ما پر از کف میشه، در حالت احساس میکنه مریض که دندان ما پاک شد، در حالی که کریم دندان بیش از حد بوده. اگر کریم دندان به اندازه یک دانه نخود در روی برس قرار داده او را در داخل مویک های در برس قرار بگیره، داخل دهن میشه به شکل پایین بالا، میتونه مشمت حد اقل بعد 10 ثانیه قسمت دندان های پیشوری 6 دندان پیشوری قسمت سطح بیرونی شه پایین و بالا پاک میکنیم، قسمت دندان بالا رو ما پایین هم از پایین به داخل میکشیم و از بالا رو هم میکشیم و مرحله بعدیش به دو طرف دندان ها که به دو طرف کومه های ما سطح بیرونی میرسانیم، این قسمت به این قسم حرکت مستقیم نمیدیم که به این قسم هم میشه حرکت کنیم، اینه که جمعیاریم به شکل دورانی که 45 درجه به خاطر همین کنگوره های بیره های مکعص در اطراف دندان شکل گولای مانند داره، بیره که حرکت میکنه برس ما حرکت میکنه اطراف دندان پاکاری میکنه. یک مرحله ای هست، مرحله بعدی که یک بار پاکاری میشه دوباره این قسمت هم پایین بالا که از خالیگاه ها یا درز ها یا دیواره های دندان مویک های در برس داخل میشه قسمت بقای مواد غذایی را بیرون میبره. این مرحله دومش همین قسم هم طرف مقابل، مرحله بعدی دهن باز میشه، قسمت داخلی دندان قسمت دندان های پایین میشه با قسم کشش مانند میگیم که وقتی دهن باز میشه برس داخل میشه به این قسم کش میگیریم، یعنی همین 6 دانه دندان پیشوری قسمت پایینش بقای مواد غذاییش بیرون میگیریم، قسمت بالا رو هم همین قسم از طرف بالا و پایین کش میگیریم. مرحله بعدیش دیواره های داخلی دندان ما باقی مون که دیواره های داخلی دندان یک بار به شکل دورانی قسمی که بیرون انجام دادیم این قسم یک بار هم پایین بالا انجام میدیم. این مرحله که تمام میشه همین 6 مرحله را گفتیم، این 6 مرحله فقط مختص به خود دندان های باشه. در لابلای برس زدن ما یک وقفه کوتاه بر 5 دقیقه میگیریم، اگر امکانات باشه به صورت استانداردش نخ دندانی از تار دندانی استفاده شه و بقایای مواد غذایی را برس ما آل و پایین آورد در خالیگاه های دندان جابجا شد. یک بار نخ استفاده میکنیم اما بقایای مواد غذایی امرای تار ما پایینش میکنیم. مرحله ای که تمام میشه دوباره یک بار برس مرطوب بدون کریم یک بار شستشو میکنیم. راستا بزرگ زری گل دتم کی گو زینی دغه د تار پاړه باندې هم جلا جلا نظریات لري، دغه تار باید څه ډول وي، هغه تار چې طبي تار دی که هر تار مو په غاښونو کې استعمال ولې شي؟ اگر از تارهای غیر طبي استفاده بکنیم او تارهای غیر طبي نتیجه مثبت خودش نداره، یعنی در ضمن که نتیجه خوبتری نداره فقط مواد غذایی ببینید تخریشات به بیره که قسم پیشتر شما فرمودین خونریزی میکنه، بیره تخریش میکنه، صدمه یا پاره میکنه که باعث خونریزی میشه. اگر تارهای استاندارد دندانی به نام دنتال فلوس زیاد میشه که در بازار تجارت در دواخانه ها در همه جا هست بسیار به نتیجه مثبت او مواجه میشه، یعنی او تار کیفیتی را داره، فلور در خود داره، آیودین و سدیم بعضی مواد هایی را داره که در وقت استفاده کردن از تار قسمت خالیگاه ها یا صدمه های دندان میشه بقایای تار مواد را در اونجا جابجا میکنه، در اون وقت نتیجه خیلی خوبتر ما میگیریم تار دندانی. مرحله بعدی در ضمن موضوعات برس زدن یک موضوع بسیار عمده دیگر از هم دوستا تقاضا میکنم، خواهش میکنم که برس زدن سطح خود زبان است، که برس زدن سطح زبان فوق العاده اهمیت خود داره. همینقدر میکروب باکتریا و مایکرو ارگانیسم در سطح دندان ها نمیتونن تکثر کنن، رشد کنن، در سطح دندان ها بقای مواد غذایی میمونه که در لابلای خالیگاه های دندان باقی میمونه و بس، اما اصلا ویروس که زندگی میکنه در سطح زبان و در اطراف بیره های ما شما، چون موضوع برنامه ما شما بیره هاست، به او خاطر سطح زبان فوق العاده اهمیت داره از برس زدن. که مرحله اول ابتدا کسایی که اگر بخوان سطح زبان خود را برس بزنن روز به روز عادت میگیرن، ابتدا دلبدی و اذیت کننده میباشه برشان، اما بله صاحب، اما مرحله بعدی کم کم خود عادت بتن، خیلی راحت تر میباشه، عادت میکنن و قسمت های دندان آخری که به نام دندان های عقل دندان یاد میشه، این قسمت های کمی مشکل هست که همیشه دندان های هر دوستایی که خراب میشه از آخر به خاطر که این قسمت ها را خوب تر برس نمیدن تا اینکه دلبد نشن، اما اگر خود عادت بتن ابتدا روزای اول با برس بدون کریم دندان کم کم خود عادت بتن بسیار نتیجه مثبت. و اگر
کسی همی دوستایی که میشنون و شنونده و بیننده هستن همی موارد در نظر بگیرن، ولو اگر دندانشون خراب هم باشه در همی توقف میکنن. اگر مشکل دندان دارن از همی موضوعاتی که حالا یادآورشین که حفظ الصحه را مراعات کنن، ما برشان وعده میتم که دندانشان به خرابی و به کدام مشکل دیگه مواجه نمیشن. فوق العاده حفظ الصحه اهمیت خاص خودش داره. دکتر صاحب هغه موارد چې د برس وهل په وخت کې وری زخمی کوي یا وری ته زیان ورسوي، هغه کوم دی؟ مثلا ځینې ډاکټر صاحبان وایي چې برس چې ښکته او پورته وهل شي دا وخت ځینې وری ورسره خرابیدلی شي. اگر کوشش کړیم برس مو استاندارد باشه و با مشوره باید دکتر صاحب متخصص خود ما باشه که برس نظر به مفضای جوف دهن، نظر به دندانه ما دخواه میگم برس متوسط که موی هایش نه شخ بیش از حد که تخریش کننده باشه و نه نرمی که توان نداشته و بقای غذایی را بیرون کنه. این برس ها برای اطفال، برای بزرگا، برای سنین متفاوت، برای دندانه های متفاوت دکترسای با انتخاب های جداگانه دارن. از اطفال نمیشه ما بزرگا استفاده کنیم، باعث بی نتیجگی میشه. اگر برس اطفال باشه بسیار نرم، با بزرگا نتیجه خوب نداره. اما اگر از بزرگا را به اطفال همی قسم تخریش کننده حالت می باشه که برس ما وقت و زمان زیادتر میشه و مویکای بسیار شخ میشه و در فضای خشک مخصوصا بگم در حرارت یا در آفتاب برس ما قرار میگیره. آفتاب باعث میشه این نایلون و مویای برس ما را باعث میشه که تغییر شکل بده، باز او وقتی باعث میشه که تخریش کننده باشه. و نخ دندانی فوق العاده در رابطه به تخریش بیره ها رول داره. اگر نخ دندانی را دقت نکنیم، منظم توجه نکنیم و پیش دکتر و پیش دوستا آگاهی ها خوبتری نداشته باشیم، باعث تخریش میشه. همین نکات در نظر بگیریم انشاءالله از تخریش ډیر کله چې موږ برس استفاده کوو وری ویني کیږي خون میشه. بله دا چې ویني کیږي ویني پکې راځي تر کف د کریم نه د وریو وینه ډیره زیاته وي. دا د وریو ضعیفوالی دی که برس کې ستونزه ده. بېنهایت یک موضوع خاص و مهمی بود، بسیار عالی سوال بود. بعضی وقتا دوستا هم شکایت دارن، قسم خود فرمودی در هنگام برس زدن میگه بیای ما خون میشه. وقتی که خون میشه خون ریزی میکنن، به جای اینکه فضای دهن ما میگه پر از سفیدی کف و خوشبویی باشه خون میشه. اما معمولا هر دوست ما که با این حالت مواجه میشه توقف میده برس زدن ما روش، چون میگه خون شد و دهنش میشه و دیگه استفاده نمیکنه. در حالی که امی خونه که میریزه کلا التهاب و عفونت و باکتریاست، خون پاک نیست، خون خوبتر و صفاتر نیست، لازم است که خونا باید بیرون شود. این التهاب بیره را نشان میده. همی رنگ بیره های ما که به سرخی بیش از حد مواجه میشه که رنگ سرخ میدونه که زیباییش گلابی رنگ به سرخی مواجه میشه، همی سرخیش دلیل است که التهاب و عفونت وجود داره، میکروب و باکتری ها جا گرفته و این که خون میشه. راه حل بیرون برآمدن از همی حالتی که در حالت برزدن خون میشه یا بعضی دوستا میگن در حالت چک زدن سیب یا بعضی از چیزهای قوی تر بیره ما خون میشه یا در وضو کردن خون میشه بیره ما. رای حلشان اولا که با دکتر متخصص مشوره میکنن که دیگه مشکلاتشان باشه. ساده ترین رای دیگه میتونم از طریق کمری شما برشان پیشنهاد داشته باشم، در هنگام برزدن اگر بیره هایشان خون میشه همو برزدنشان ادامه بتن، توقف نتن برزدنشان، همو خون ریزی که می داشته باشه برس تا هنگام ادامه بتن. اگر استانداردش برای 6 دقیقه است برزدن ما، وقتی که بیره هایتان خون میشه یعنی ضرورت داره که آب و فونت داره، شما برزدن داره به 10 دقیقه برسانید. استاندارد 6 دقیقه است، شما میتونید به 10 دقیقه، یعنی تا هنگام برزدن که همو باکتریایی که وجود داره، ویروس و خونای چرک و کیات اونا پایین به ادامه بتن. مرحله بعدی هر بار بعد از برزدن شما یک لحظه کوتاه که به صورت 2 دقیقه الی 3 دقیقه با انگشت شهادتتان که با انگشت پاک باشه بیرایتان رو مساج بدین. این مساج دادن تقویه میکنه تا جریان خون خوبتر باشه، لنف خوبتر باشه، به این لحاظ خوبتر میشه که باقی امی مرحله 3 الی 4 مرحله امی قسم برز بدن. کسایی که بیرایشان خون میشه امی ادامه بدن برزدنشان وقتش اضافه تر بسازن و مساج بیرایشان و ساده ترین محلول شوینده دهن که در همه جا پیدا میشه نمک که با یک قاشق نمک میتونن در یک آب جوش داده استفاده کنن، خیلی کمک میکنه. و مرحله چهارمش دیگه انشالله هیچ وقت بیرایشان خون نمیده. ساده ترین رایی که اگر بخوایم با دکتر متخصص مشوره کنن خوبتر، در غیر از اون خودشان بخوایم خودت تداعی کنن امیرای خیلی خوبتر. بسیار خوب دکتر صاحب، بیا بل موضوع تر ازو اگر چې کل از موږ وری التهاب یا پرسوب وکړي په هغه حالات کې مریض تا یا هغه شخص چې وری پرسوب کړی دی پس کول پکار دی؟ خب امی التهابی که یا پوندگی در بیره هایش دیده میشه عامل های متفاوتی دارن. آیا دندان از کدام سوراخ و
کویته و خالیگاه داره به میکروب و کریس مواجه است؟ آیا بیره هایشان مختص التهاب و عفونت داره و آیا کدام مشکلات دیگه جلدی داشته باشند؟ همین موضوع و مبحثش اگر دکتر صاحب متخصص خودش جدا سازی کنه که در کدام بخش آغاز شده، همون منشی اصلی را اگر قطع شود این مشکل حل میشه. اگر دندان سوراخ می باشه که داخل دندان بقای مواد غذایی است که بوی و تعفن زده و بیره ها را تخریش ساخته، اما دندان باید تداوی شود و به راه خلاص برسه. اگر مستقیم از خود بیره ها می باشه، بیره ها صدمه دیده تخریش شده، آیا برس باید صدای را تخریش کرده؟ آیا مواد های خوردنی نوشیدنی باید شده؟ آیا نوشیدنی های گازدار است؟ قهوه، بعضی موضوعاتی که آگاهی خوبتر نیست در کدام زمان از کدام استفاده شده، اینا باعث میشه. همون موضوعش دکتر متخصص خودش جدا میکنه، از اون موضوع فقط پریزش میکنه یا دندانش میباشه تداویش کنه، ان شاء الله با این مشکلش 100% تداوی را حل میشه. ورسته و ترازو وقایع تا څنګه کولای شو مخکې لدې چې ناروغان شو خپل وریخي وساتو؟ موضوع کلی جنبندی صحبت های ما امروز همی است که اگر چی گونه ما میتونیم به بیره های ما صحت و سلامت ببخشیم، توجه ما را جلب کنیم تا بیره های ما به عفونت و التهاب و میکروب و درد و تا زیبایی و بوی دهن و دیگه موضوعات و سیستم تانسل و معده و میری مواجه نشیم. امی است با یک کلام بسیار ساده میتونیم حفظ صحت. حفظ صحه و وقایه همه موضوعات هست. اگر ما حفظ صحه دستا و جوف دهن ما را نگهداری کنیم، مطمئنن که به دیگه اعضای بدن ما صدمه نمیرسه. یگانه عاملی که امراض و مرض به دهن منتقل میشه دستای ماست، که دستای ما را حالا خوب است در این موضوعات روزای کرونایی همیشه دست شستن ما رواج و مروج شده، برای همه پیشنهاد شده. این دست شستن ها خیلی کمک میکنه که امراض جوف دهن و امراض سیستمیک هم برطرف بشه. راهنمایی و پیشنهاد ما منیس کارکنان صحی همی است که فقط حفظ صحه را مراد کنیم. فوق العاده حفظ صحه ما از دستای ما شروع، مرحله بعدش به جوف دهن. جوف دهن دانا فوق العاده برای ما پیشنهاد ما برای شما همی است که هر صرف غذایی بعد از هر صرف غذایی، اگر شما 4 بار یا 3 بار یا 2 بار در یک روز از آن رو اجرا میکنین، مطمئنن شما به ادامه از او باید از برس و حفظ صحه استفاده کنین. او وقت است که شما یک جوف دهن صحت و سالم، یک گوارا خوشبو، دندان های برگونه سفید و بیره های گلابی، یک زیبایی خاصی که خداوند برای دندان های ما داده که دندان سفید و بیره ها گلابی و جلد و به این رنگ هر کدام یک زیبایی، اگر اندک توجه صورت نگیره هر کدام از استانداردش بیرون شود زیبایی ما برهم میخوره. اگر از صحه ما را مراد کنیم، به همه زیبایی های ما به این داد خدایی شکر کنیم. دیر مرحبا اکسر با ورستایو که یو نظر ستاسو بلا مخلو، چون دوشنبه ورځ موږ ډاکټر بان لرو ځان سره، او نن متاسفه دعوت کړې وې موضوع د کرونا ډېره جدي ده ډاکټر محترم. یو مسله چې د وروستیو درملو په اړه د زموږ سیاسیون بیا په موضوع کې ناست وي، د ولس استعمالولو په خاطر باندې تعصبونو ته هم لمن وهل کېږي، قومیت ته هم لمن وهل کېږي، نورو کیسو ته هم حتی ځینې داسې هم پیدا شو چې د قوم په نوم باندې ځینې کیسې شروع کړې. لاندو کې ډاکټر صاحب محترم، دغه دوا د هر افغان لپاره جوړه شوې ده. مثلا زموږ سیاسیون وایي چې باید لومړی یو قوم تداوی شي، ډېرې کیسې په کې نور هم رامنځته شوې، خو هلته شکر زموږ د هر قوم خلک ول ټول ولس زموږ موجود و، ټولو دوا اخیستله، شپې تر 12 دغه لړۍ روانه وه. خو سیاسیونو یو بل ډول استفاده هم شروع کړې. لاندو کې ستاسو نظر اخلو چې د روغتیا د کورنۍ د غړي په توګه باندې ستاسو نظر څه دی چې دغه دوا استعمال شي، استعمال نه شي، له ډاکټر سره څنګه برخورد وشي چې دوا جوړه کړي؟ در رابطه با دکتر صاحب حکیم نظر ما پیشنهاد من حیث یک کارمند صحی همی است که هیچ وقت ما نمیتونیم هیچ موضوع صحی و تیوی را به قوم، به مذهب، به ملت، به اینا رب ندهیم. دکترها کسانی هستند که هیچ موضوعی را سر رای خود دارن، فقط انسان و انسانیت ارزش میدن و ارزش دادین. اما این موضوعات سیاسی که من نمیخوام روی این موضوع بحث کنم، اینا باعث میشه تا بخش صحی را هم جانبدارانه صحبت کنن که من با حکیم صاحب قنداری آشنایی مستقیم ندارم، اما من قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. احساس هم دردی انسان دوستی دارن که اونا فقط فی سبیل الله کدام امتیاز توقع ندارن و کدام عوارض جانبی تا حال با دوستایی که ما در ارتباط هستیم از اون ندیدیم. اما نمیفهم چرا این موضوعات سیاسی به یه حد سرحد رسیده که کار از اون توقف بتن، فقط موضوع سند گفته شده که آیا
ای موضوع در دقتش جزئیاتش من داخل نمیشم، اما ما خواهش ممی هستم هر کسی که فقط به خاطر انسان انسانیت کوشش میکنن یک صحت و سلامتی برای کسی آورده شود همراز و دست بتین، نه قوم نه مذهب نه ملیت هیچ چیزی ارزش نداره، فقط انسان و انسان دوستی که به خاطر صحت و سلامتی ما حکیم هم میخواد کوشش های خود داشته باشه و ما هم میخوایم امروز و همراهی و همکاری توانایی داشته باشیم انجام بدیم. و پیشنهاد دیگه ایش هم روز گذشته آگاه شدم که به 1000 نفر خواهش کرده که لازر نفر به 10,000 نفری که فقط کار کنن امروز ما امی واکسین یا امی ادویه مرا پخش کنن. این واقعا افتخار آفرین است، این کلان افتخار است اگر نتیجه داده یا نداده، اما اثرات منفی که نداره امی قابل افتخاره برای ما. تا جایی که امکاناتش هست همراهی باشه، همراهیش امکاناتی که هست از دولت مدارا و سیاست مدارای ما هم خواهش میکنم تا در حفظ امنیت و صحت و سلامتیشان، همکاریشان و پخش و نشرشان و رسانه‌ای و جهانی شدن حکیم صاحب هم همکاری نماید از اون توقع میکنم. کور مادر خوشحال هستم. دیر من درنو لیدونکو و آوریدونکو دکتر صاحب احمد شاعر اکبری د غاخونو متخصص را نه خبرونه کې بیلبل او د غاخونو د وریو پستون زبانه وغږیده. تاسو هم اوریدلی چې څنګه برس استعمال کړئ. ډاکټر صاحب ډیر په کلی ډول سره او ډیر په روښانه توګه په دغه موضوعاتو باندې رڼا واچوله. نو موږ 15,000 کلونو په جریان کې یو قوم و، یو خلک و، او یو ځای اوسېدلی و، او له 15,000 کلونو راهیسې سیاسونو موږ لوبولی و، یو د بل پر وړاندې پورته کړي و، هېڅکله هم به بیرېدونکي خلک نه یو، سره په دغه جغرافیه کې یو ځای اوسېدلی و، سره اوسېږو، سره یو بل به زغمو، او هغه مسایل چې زموږ یووالی باید پکې سرګند شي هغه دې موږ سره نه پاشي، هغه دې موږ سره لا یو ځای کړي. د اتحاد او اتفاق په هیله زو لنډې دمې ته له دمې وروسته بېرته راګرځو له بل مېلمه سره خبرونه.